تو در نماز عشق چه خواندی که سالهاست بالای دار رفتی و این شحنه‌های پیر از مرده‌ات هنوز پرهیز می‌کنند؟ خاکستر تو را باد سحرگهان هر جا که برد مردی ز خاک روید، مستان نیم شب به ترنم آوازهای سرخ تو را باز ترجیبار زمزمه کردند. نامت هنوز ورد سبان هاست. سلام به همه شما هموطنان عزیز و درودهای بیکران ما نثار 30,000 گل سرخ سر بدار. جنبش دادخواهی یک کارزار وسیع و گسترده است. کارزاری که به پرچمداری رئیس جمهور برگزیده مقاومت پیش میره و اشرف نشانهای داخل و خارج از کشور همچنین حامیان مقاومت با تمام قوا در پی تحقق اهداف اون هستند. هر سال جلسات متعددی برای بزرگداشت و ارائه گزارش پیشرفت این جنبش برگزار میشه و شخصیت‌ها و وجدان‌های بیدار بشری در اون سخنرانی می‌کنند. در جلسه‌ای که در سال 96 برگزار شد، خانم اینگرید بتانکور نامزد پیشین ریاست جمهوری کلمبیا که یکی از حامیان شناخته شده مقاومت سخنرانی کردند. این قتل عام رو به لحاظ تاریخی بررسی کردند و روی وظیفه انسان‌های آزاد در قبال دادخواهی اون شهیدان انگشت گذاشتند. This was the starting chapter of the most cruel years in the history of the people of Iran. Ayatollah Khomeini knew the world. He knew how we thought in the Western world and how the people in Iran felt about the revolution. So to disguise this terrible crime in legality, he gave the order to establish a panel of three appointees in order to have like the appearance of trials, and 30,000 people were killed without any legal support by the state and by the government and through the minister and the Ministry of Justice of the regime of Khomeini. When I think about what happened 29 years ago in Iran, it makes me think that something in this puzzle is missing. You see, the very frightening part of this story is that we have all the information. We have all the names.
We have all the documents, the proofs. We have the witnesses. We have the survivors, you. We have the testimonies. We even have the confession of those who perpetrated those crimes. We have it all, but we still have impunity. Today, the criminals that perpetrated those crimes are in highest position in the government in Iran. They are high officials of the regime. Today, the families, as we have seen, are still crying for those they lost. And today, there are people being abused through legal means because they are asking answers and justice. So, why does it matter today? It matters today because we are alive, because we have the knowledge, we have the information, and we have the tools to turn bad into good through justice. If we are silent, if we pretend to ignore, if we pretend we don't know, we become accomplices of the crime. To be free is to bear the responsibility of doing what we have to do when we can't do it. And now that we are here in Tirana, that you are free and alive, and that we are with you, and that the world is with you. Thank you.
چشم سرخ مجاهد چنینه، از میارانمون آهنینه، هم نخور میهن آزاد میشه، سینه مردمون شاد میشه، رسم سرخ مجاهد چنینه، از میارانمون آهنینه، هم نخور میهن آزاد میشه. قتل عام 30,000 گل سرخ نه واقعی مربوط به گذشته، بلکه مربوط به مقاومت و آزادی و حقوق بشر امروز ایرانه. بسیاری بر این باورند که این قتل عام با توجه به ابعاد دهشتناکش جنایت علیه بشریت محسوب میشه و مشمول قوانین بین‌المللیه. به راستی خون پاک این شهیدان هنوز هم در جوش و خروشه و نه تنها در ضمیر بلکه در عمل جوانان انقلابی این دوران دیده میشه. در بخش بعدی برنامه مصاحبه کوتاهی داریم با یکی از اعضای خانواده شهیدی به نام مریم توانایانفر، از شهدای سرفراز قتل عام 67. مریم توانایانفر خاله نازنین من بود. هرچی که ازش یادمه عشق و صفا و دوستی بود. یادم وقتی از مدرسه می اومد ما می رفتیم چادرشو می کشیدیم، دفتر کتابش به هم می زدیم، دنبالمون می کرد، می گفتیم، می خندیدیم. در تمام طول زندگیش سعی می کرد به همه کمک کنه. یادم محله اینا که در مولوی بود سمت گود عرب ها می رفت بچه های یتیم رو چقدر بهشون رسیدگی می کرد. یک پسر بچه بود که این سوخته بود بدنش، می رفت کلی به این بچه رسیدگی می کرد و چقدر به اون افرادی که اونجا بودن، همه حال منو می شناختن. تا اینکه سال اوائل انقلاب با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد. خاله من دانشجو دانشگاه تهران بود. اون تو سن 19 سالگی 20 سالگی فقط به خاطر اینکه نشریه مجاهد فروخت و هواداری از مجاهدین خلق می‌کرد، تازه قبل از 30 خرداد دستگیر شد. اواخر سال 59 بود. سال‌های سال بدون هیچ حکم و اتهامی اونو نگه داشتن. یادم میاد چقدر روزها مادرم، مادر بزرگم با چه مشقتی از این زندان به اون زندان میرفتن تا یه ملاقاتی بگیرن. این سمت لونا پارک چقدر شلوغ، چقدر گرما، چقدر سختی میرفتن تا بتونن بلکه ملاقاتی بگیرن، بعضن نمیدادن یا حتی خیلی مدت خیلی کوتاهی. چقدر خود من تلاش کردم که حتی بتونم یه بار ملاقات حضوری بگیریم، ولی این رو هم ندادن. حتی یک بار بعد از اون ما خالمون رو ندیدیم. تا اینکه در قتل عام 30,000 گل سرخ اون رو هم اعدام و حلق‌آویز کردن. اما چه جوری؟ طوری که حتی جسد اون رو هم به خانواده‌اش و به ما ندادن و همیشه این داغ بر دل ما موند که یک بار خاله‌مون رو دیگه ببینیم. حقیقتش هر چی یادم میاد از اون دوران ها جز جنایتکاری رژیم آخوندی چی یاد ندارم. دیده‌ای در آینه عشقی سخنرانی کند، بر دل دیوارها تصویر سلطانی کند،
دیده رخساره در قاب ساکت با نگاه موج احساس تو را یک بار طوفانی کند، دیده هر واژه بر دیوار بی جانی خموش موج از حس وفا بر جانت ارزانی کند، دیده بر تخت خونین شکنجه سینه ای با خط گلگون غزل از عشق انسانی کند، دیده حیرت ز حجم کینه جویی های دیو هر نفس را ناگهان در سینه زندانی کند، دیده سیمای مردان و زنانی پر غرور از فراز دار فخری سر به دارانی کند، کاخ اینجا هست و درس اوج هر دندانش عزم فرزندان ایران را نگهبانی کند، برج اینجا هست و نامش یادگاه رزم هاست، جان هر عاشق هوس بر رزم قربانی کند. شهری از عشق است آن سانی که هر گردشگری بگذرد از کوچه اش احساس ایرانی کند، درس عبرت گر نگیرد شیخ از این ایوان عشق، لیک هر پندش تو را یک بار خاقانی کند. این چنین باقی است باغ آینه در شهر ما، نقش گلزارش هر آن نقاش را مانی کند. گر که شاعر بوده باشی ناگهان امواج شور دفترت را از وفور شعر دیوانی کند، درس ایمان است و هم عرفان و هم درس جهاد، هر ورق بحر فدا تعریف عرفانی کند. شوق جان بعد از تماشای چنین باقی ز عشق در ره رزم رهایی کی گرانجانی کند. در این بخش از برنامه قصد داریم با صداها همراه بشیم. صدای اشرف نشانان از داخل کشور که به دادخواهی 30,000 گل سرخ می‌پردازند. اونها با استمرار راه این شهدا تاکید می‌کنند که نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند. ابتدا صدایی رو از تهران می‌شنویم و بعد از اون سفری به گیلان، خطه میرزا کوچک خان خواهیم داشت. از عزیزانی که برامون پیام فرستادن تشکر می‌کنیم و به صدای اونها گوش میدیم. با سلام و درود. این رژیم پلید از هیچ ظلمی و هیچ جنایتی در این کشور دریغ نمی کنه و تا حد توانش داره انسانها رو در ایران به خصوص جوانها و زنها رو آزار میده. نمونش این که 30,000 انسان مجاهد و مبارز که به خاطر اعتقاد به آرمانشون راه مبارزه پیش گرفته بودن رو اعدام کردن. این قتل عام بزرگ هیچ وقت فراموش نمیشه. این رژیم باید محاکمه شه و حتما سرنگون شه. و من هم به عنوان یک هوادار مجاهدین و اشرف نشان در ایران از هیچ کمکی دریغ نکرده و صریحا اعلام حمایت از شما میکنم. پیروزی نزدیک است. خدا نگهدار. سلام به شما عزیزان.
سلام، من نعمتی هستم از استان قهرمان پرور گیلان. میخواهم از اینجا به عنوان یکی از فرزندان زندانیان سیاسی به شما بگم که این رژیم کور خونده که مردم ایران از جنایتی که اونها در مورد پدران و مادران و خانواده های ما کردن بگذریم و ما نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم و با کمک سازمان و پر افتخار مجاهدین خلق ایران ما هم در داخل ایران این نظام قرون وسطایی و زن ستیز رو افشا میکنیم تا دنیا بفهمه که بر مردم ایران طی این 38 سال و به طور خاص در دهه 60 بر مجاهدین چه گذشته. این شعار ماست. ما همه با هم هستیم و با هم این رژیم را سرنگون خواهیم کرد و به قول خواهر مریم این پروژه دادخواهی راه به سرنگونی تمامیت این نظام میبره. روی ما حساب کنید. شاد و سرفراز باشید. آی گل برگ گل سرخ، پیش روی گل مرگ سرخ یاران من آیا رنگ نباختی؟ آی شفق غرق در خون، پیش گل چهره خونفشان یاران بردارم آیا رنگ نباختی؟ آری خون 30,000 گل سرخ هنوز گرم و تازه است و دادخواهی اون خونهای پاک همچنان ادامه داره. هموطنان عزیز، از همراهیتون با برنامه بسیار سپاسگزارم. تا دیدار دیگه، خدا یار و نگهدارتون.